در این سی هفته که من مسافرت رفته بودم هیچ سخنرانی نکردم و ملت ناراحت شد و همین باعث شد که هیچ کس استراتژیک به خودش نداشته باشه و با من تماس گرفتی که چرا نطق نمی کند و در این چند روز همه ملت فهمید که استراتژیک چقدر مهم بود و من آن را امروز به شما بگویم. اول درباره اون خزر بود که میخوان دریا رو تقسیم کنن بین این چند کشور و یک توطئه استکباری بود که میخواد از این طریق به ما دخالت کنه. چرا؟ چون این یه چیز بی‌مصرف بود و در اون دریای خزر هیچ کس کشاورزی نمی کند و جز زحمت هیچ چیزی به ما ندارد. حالا من اون دریا رو چیکار بکنم؟ اولا که کشتی سوار بشیم هر کجا بری کمونیستی و من با کمونیست و مخصوصا دوم خرداد مخالفم. دوم اون که زن و مرد میخواد بری لخت بشی تو اون دریا کار بی‌ناموس بکنه این کاره و این دریا به همین دو دلیل بی خود بود، یکی مرد یکی زن. و سوم اون بود که در همین دریای خزر من اطلاع دارم که در اون هم خاویار درست میکنه هم ازون برون که اون عرق خور بناموس اون را میخورد و از همه بدتر حتی این عرق شرابه از باکو از همین دریا میاد و هر کس را میگیرن در این شهر رو کمیته میاره میگی دندونم درد میشد دوتا جیلاس خوردم. من از یک دکتر متخصص پرسیدم گفتم گیلاس برای دندون درد خوبه؟ گفت نه. و اینها فکر میکنن ما این را نمیفهمیم. اگر این بچه جوان بره کار کنه کشاورزی بکنه اون وقت ما خودش هم خودشفا میشیم و گیلاس و البالو ارزان میشه و دیگه باکو هم نمیخواد بره و فقط اون نفت و گاز بود که باید سهم ما رو بده. اگر هم نداد ما خودمان پتروشیمی داریم که در اون چند ردیف لوله را من خودم دیدم پشت سر هم همینطوری کشیده مثل شلنج، دیدم اسراف کرده گذاشته و البته من چیزی نگفتم. پس من باید بگم ای پوتین، ای هیدر، اون دریا مال خودت، حتی اون ساحلم من نمیخوام. استراتژی دوم درباره اون راجر بود که من خودم در روزنامه دوم خرداد دیدم که چند هزار نفر از اون جوان مملکت رفته در اون دبی آهنگ بی‌ناموس گوش کرده و این یک توطئه بود که من این را فهمیدم. حتی چند جوان چند تا نوار آوردی برای من و در اون خارجه های امریکای انگلیس آهنگ خونده و همین مهاجرانی به اون اجازه داد و اینها برای اینکه من نفهمم اونا به همدیگه چی میگی همه آهنگ انگلیسی میخونه و این یک جاسوسی بود و من خیلی ناراحت شدم. ای راجر، اومدی دبی به اون کنسرت درست کردی که جوان مملکتی ما رو فاسد کنه و حتی شنیدم در اون سینما هم بود و این راجر خیلی آدم بدی بی‌ناموسی و من عکس اون را دیدم که حتی یک ویالون هم دست هم بود. استراتژی سوم اون